السلام علیکم و رحمت الله و برکاته عزیز من سوال کردن که ملک الموت چطور در یک وقت جان تمام انسان ها را میگیره اگر دیده باشین که شما در یک جای یک واقعه میشه یک عادثه میشه زلزله میشه میبینین که بسیار مردم اینجا از بین میرن و بعض مردمان دیگر در یک منطقه دیگر دنیا در ژاپن و در امریکا در آلاسکا در افغانستان یعنی چندین انسان در یک وقت چگونه ملک المت به هر جا سر میزنه و جان اینا را میگیره سوال خیلی خوبی کردن برادر من عزیز اگر قدر الله سبحانه و تعالی بالای بندگان خود تسلط کامل داره و الله سبحانه و تعالی فرشتگان و ملک را به اونا میگماره و این فرشتگان بعضشان خیلی بزرگند و علي عالى مقامت و در زیر دست خود فرشتگان ديگر يا دي دارن أمان الله سبحانه وتعالى تعالی وهو القاهر فوق عباده أه الله سبحانه وتعالى تعالی بندگان خود تسلط کامل داره، و عليكم حفظة ومراقبان به شما حتى اذا جاء احدكم الموت توختك زمان مرغ شما فرا میرسه توفته رسولنا وهم لا يفرطون في فرستادگان الله سبحانه وتعالى جان اونارا میگیره دنج لفظ رسولنا در ایه اي آيه اي قران که آمدت معنی فرشتگان متر و جمع عمده. یعنی چندین ملک هست که زیر دست ملک الموت اونا کار میکنن و اونا در نگهداری حساب و کتاب و عمر و اعمال بندگان هیچ کوتاهی نمیکنن هیچ چیز از قید قلم اونا نمیمانه الله سبحانه و تعالی به تمام کارهای خود درباره انسان ها درباره امور انسانی و دیگر زنده غالب است به تمام امور خود به تمام کارهای خود الله سبحانه تعالی غالب است و الله سبحانه وتعالی فرشته ها یا ملک را نگبان انسان ها قرار داده که از افتادن در آفات و بعض مصیبت ها و غیره اونا را قرار داده که این فرشتگان اعمال شما را زیر نظر داره اونا میبینن و این گفتار رسول مبارک صلی الله علیه و سلم است که در بین ملک ها در شب و فرشتگان در روز پی در پی می آیند تعداد فرشتگان خیلی زیاد است که ما در این مورد در یک کلپ قبلی صحبت کردیم که جا دارد عزیز از قدر ما ادمین عزیز ما او را بر شما هم پست بکنم پس در بین شما در میان شما ملک های در شب و بعض ملک های در روز پی در پی پشت پشت آمده میرن و این دو گروه در نماز صبح و نماز عصر متوجه است نیزون در نماز صبح فجر و نماز عصر با هم یک جا میشوند شوند همین گروهی که می آین از طرف صبح و همین گروهی که از طرف عصر این دو گروه با هم یک جا میشن. بعد از او اونایی که شب را در بین شما گذرانده بودند اونا اروج میکنن دوباره میرن و او وقت الله سبحانه و تعالی در حالی که او خود به کار اونا داناتر است از او پرسان میکنه میگه بنده های مرا در کدام حالت یافتی در کدام حالت گذاشتی و که بالا میرن راپور میتن میگه در کدام حالت ورا گذاشتی برشان میگه بر الله سبحانه و تعالی که یا الله اونا را ما در حال ترک کردم که اونا نماز میخواندند و در حال بینشان با بود میامدیم که دعال نماز خواندن بودن سبحان الله تعالی یعنی از اون خاطر نماز عصر خیلی خیلی مهم است که انسان ایج وقت ای را به وقت نخونه پیش وقت از وقت بعد از وقت نخونه در جماعت بخونه بخاطر که بخاطر این نمی حدیث مبارک که وقتی که الله سبحانه و تعالی میگه که بندگان چگون ما را چگونه افتی و ما میگه ما وقتی که وارد ترک میکدیم یه گروه است که آمده دیگه یا پس میرن اروج میکنن و ما بگن ما وقتی را ترک کردیم که او نماز میخواندن حکمت ای کارد چیز، سگم ای که ملک ها نگهبان و محافظت انسان ها را میکنه یا اعمال انسان ها را مینویسه با آنکه الله سبحانه و خودش به همه چیز و همه کس در همه جا داناتر است و این دلیل مادی, مادی یا محسوس برای اقامه حجت به انسان ها هست تا حجت بر اونها اقامت بیابه و ای به او خاطر است که اگر انسان بفهمه که اعمالش به این شکل دقیق بدون کمی و کاستی یک میلی متر اوسو و یک میلی متر نمیشه و بسیار دقیق ثبت و ضبط و تدوین میشه تا ای که خدا از منحیات از منکرات از لاوبالی اونا خدا نجات بتن و به طاعات و عبادات روی بیاورند و وقتی که الله میگه که رسولان یعنی یعنی فرستادگانی در آیه مبارک میگه او یعنی که تا وقتی که یکی از شما را مرگ فرا میگیره یعنی وقتی که مرگ به شما میرسه باز اینجا بازم سیغه جمع آمده ملک ها یا فرشتگان ما او را قبض رو میکنه کی فرشتگان ملک الموت است متاسفانه که اکثریت مردم میره به نام ازرائیل میشناسن و اسرائیل در کتاب و سنت نیامده و متاسفانه که طبقه صوفیه و بعض از طبقه های دیگر ما داریم که اونا هم به نام اسرائیل میشناسن و اصلا ای به این نام نه در قرآن آمده نه در حدیث آمده نه در سخنان صحابه آمده تمام ازی از قصه های اسرائیلیات داخل شده و هیچ کسی را ثابت کرده نمیتونه که در حدیث یا در قرآن کریم آمده باشه و این ملک ها و که, که جمعی از ملکهایی هست است که اینا تحت قمانده ملک الموت هستند و اینا هر کدامش وظیفه داده شده برشان که در فلانی جای فلانی روز جان فلانی کسی و تعداد ازیاد بشمار است و این یاورهای داره توفت ها در آیه مبارک که آمده یعنی یعنی طلب کرد دریافت یعنی گرفت یعنی کشید چی را؟ روح را و اونا این فرشته ها این ملک ها هیچ وقت هیچ وقت بدون چیزی که برزونا گفته نشده گلیم از پای خود دراز نمی کنن به شکلی که اینا امر شده به مو شکلی که اینا گفته شده که اینی مومن است اینی انسان خوب است این انسان نمازخان است دروغ نمیگه اینی خواهر با حجاب بوده معجبه بوده مومنه بوده به اینی شکل جان از بکش یا اینی فاسق است فاجر است منافق است بدعت پرست است در بین مردم بدعت انداخته و با بدعت خود از حق چی میکنه ای؟ در مقابل حق استاد میشه با شمشیر بدعت میخواه بر حواله بکنه برازو گفته میشه این رقم جان اجاره بکش منافقین یا اینی این رقم یعنی به هر کد از نظر به مالت ایمان منفر برشان وظیفه داده میشه که این رقم این رقم جان اجاره را بگی بعضی کس ها بسیار به سختی جان میتن حالت اعتزارشان خیلی خطرناک است اون نظر به معامل کنو انجام دادن کسایی که زیاد مردم ها را کشتند خون ناحق را ریختند کسانی که زیاد انسان های منافق و درو بودند کسانی که در دین اسلام چیزهایی را خلق کردند که در اسلام نیست اینها بسیار بد رقم جان میتن این سانا جان دادنشان بسیار سخت است حتی بعض از کسایی که عق مردم را خوردند، تبا کردن مردم را اونا در حالت بسیار دور دراز در احتضار میمانند یا یک دیگه آلت کوما میمانند و مردم دیگه نمیفهمم میگی آلت این این میگه دا کما رفته یا سکته کده یا فلان است بسم است در حقیقت اونم در حالت احتضار است در حالت جان دادر است مگم کسایی که در اطراف از سوره نمیفهمه پس پس این ملک ها آنقدر امانت کار هستند که برشان گفته میشه که جان فلان مومن این رقم بکش اینی مومن نظر به این اعمالش این تو باید جان بده اینی آدم بسیار آدم خوب است روزم میگرفته نمازم میخوند دروغم نمیگفته و صدقه هم میداد جهادم کرده جان از ایره رقم بکش که مثل که از خمیر مویه میکشی و ای در, در حدیث مبارک ذکر شده تمام از در حدیث مبارک ذکر شده و, و به این شکل گفته میشه یعنی ابو هرائره رضی الله تعالی یک روز از رسول مبارک صلی الله علیه وسلم روایت میکنه که ما رسول مبارک صلی الله علیه وسلم میگم گفت که من نشستم و ایره میشنیدم گفت که ملک ها در حال اعتظار یعنی در حال جان دادن مردم یک شخص در بالای سر از او حاضر میشن پس اگر او شخص نیکوکار باشه ملک ها میگوید این یک ملک نیست ملک ها یه هم در حدیث ملک ها مده، جمع آمده در سر, سر از او ظاهر میشه و, و پس اگر او شخص آدم خوب باشه نیکوکار کار باشه این ملک ها میگن که برکی میگن برو میگه میگه بیرون شو ای روح پاکیزه که دایی جان پاکیزه تو بودی و ای البته مختص کسایی است که جانشان پاکیزه بودن دست خدا از بدی ها نگاه کرده پاهای خدا از رفتن به سوی بدی ها نگاه کرده زبان خدا نگاه کرده قلب خدا فرج خدا چشم خدا تمام جواری بدن خدا نگاه کرده انسان نیکوکار بوده و انسان متقی بوده مؤمن بوده از الله می ترسیده حدود الهی را نگاه کرده حجاب برتن می کرده خدا با چیزهای بد آغشته نمی کرده ارزش وقت می فهمیده پس اونجا همین ملکا میاد در بالای سرش در وقت جان کندنش بر روح حمر میکنه میگه بیرون شو هی روح پاکیزه که در جسم یا در جان پاکیزه بودی بیرون شوید میگه تو بیرون برای چی رقم خوشحال بیرون برای ستوده بیرون برای گوش کنی که به خشم و به این بی حالت بیرون نبرایی آرام بیرون برای و اگر نفر انسان بدکاره باشه انسان خراب باشه و اعمال بسیار بد انجام داده باشه و او به می شکل زندگی رو اغوا کرده اعمال بدش او را اغوا کرده نفسش او را اغوا کرده شیطان او را اغوا کرده دوستهای بد امنشین های بد او را اغوا کرده انسان فریب کار بوده بدعت پرست بوده هر چی این میگفتن که بدعت هستی بدعت هستی کار نکو و او به بدعت خود غرق بوده بدی ها کرده در اسلام چیزی که نبوده از دل خود ایجاد کرده چرا رسول الله میگه صلی الله علیه وسلم که هر کسی که بدعت نه آخر بدعت در آتش هست و انسان بدکار بوده یا ارقبه ار که بوده یعنی انسان خوبی نبوده پس همین ملک ها میایند بالای سر استاد میشن ببینید تعداد این ملک هایی که زیر دست ملک الموت کار میکنه بسیار زیاد است و این ملک ها بسیار ملک که بسیار خشن هستند فرق میکنن از اون ملک های دیگه که میگفت برای جوی روح پاکیزه یا فرق دارن و برای زمه که های روح پلید که تو در جان پلید بودی در جسم پلید بودی بیرون شو بیرون شو به شکل بسیار خراب به مو نیک و شده و برای تو مجده میتیم که تو با جوشاب و چرکاب و با اینها بدرقه خواد شدی و این حدیث بسیار دور و دراز است که از اون خاطر است که دعوتگران رای حق همیشه برای بر برادران و خواهران مسلمان خود میگه که امر خدا را به جا بیارین امر الهی را به جا بیارین از اوامر الهی سرکشی نکنین الله سبحانه و تعالی را به شکل که هست پرستش بکنین طبقی که در کتاب سنت گفته شده طبقی که صحابه کرام بر ما رسنده و ما بر ما رسیده تمامش از روزی که دین مکمل شد شما چیزی به دین اضافه نکنید شما پشت شرک نگردید قبر نپرستید از توغ و از این و آن شما چیزی نخواهید از مرده ها چیزی نخواهید هر چیزی که خواستید فقط از الله بخواهید از اون خاطر روزانه ما هر بار میگیم یا کن عبد و یا کن استعین ای بار اله ها. ما تو را پرستش میکنیم و از تو استعانت میطلبیم باز میری از فلان پیر از فلان مرشد از فلان انسان هایی که اونا خودشان درد خود دوا کرده نمیتونن از جادوگر از ساحر از انسان های بدبخت و مشرک تو باز طلب میکنی دیگه ای به این شکل است حدیث دراز است و ما یک قسمت از این خدمت شما ازان بیان کردم دیگه به این شکل ملک الموت ملک های دیگر زیر دستش داره ام هم بسیار تعدادشان زیاد است و بعضشان معمور است که جان انسان های مومن پاکی زره روح پاک از بدن های پاک بکشه و بعضشان که اونا خشن هستند اونا باز جان های پلیده روح های پلیده از بدنها و جسمهای پلید به مشکلی که خدمت شما حدیث مبارک پیشکش کردم به مشکل سرش امر میکنند که برای هی روح پلید از جان پلید به شکل نیکوی شده و با جوشاب و با, با اینا بدرقه میشی به شکل ای جان از, از بدن از او آدم به شکل بسیار ناهنجار بیرون میکنند که در بارزی در مضمون عالم برزخ ما کردیم الله سبحانه و تعالی ما را هدایت بتا تا حدود الهی را نگاه بکنیم اگر بر سر من هجاب نیست محاسن بدنمان را مردم میبینه او را پنهان بکنیم و این برای خودمان خوب است و از دخانیات از سگرت و چرس و چلم و قلیان و غیره و غیره دوری بکنیم از بدعات و خرافات و از این چیزهایی که مردم در دین ایجاد کردن دوری بکنیم و دین پاک اسلام را به شکلی که برای ما رسیده ما او را بو اعمال بکنیم و الله سبحانه وتعالى تعالی را و از الله سبحانه وتعالى برمتين بر ما تعیین کرده پا فراتر نگذاریم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته